ارگونومی مهندسی فاکتورهای انسانی با پیشرفت روز افزون علم رایانه دیگر بسیاری از کارها و عملیات در تمامی شاخه های علمی و مهندسی به دست انسان انجام نمی شود. ولی هنوز نیروی انسانی به عنوان مهمترین و تاثیرگذارترین عامل پیشرفت در هر جامعه ای به حساب می آید. اصلی ترین وظیفه یک سیستم محافظت از نیروی انسانی در برابر عوامل بیرونی یکی از عوامل آسیبزا کار با ابزار و وسایل در هنگام کار می باشد. دانش ارگونومی به بررسی عواملی می پردازد که چه در هنگام طراحی وسایل و چه در هنگام کار با آنها آسیبهای بدنی و روحی به کاربر را تا حد ممکن کاهش می دهد. دانش ارگونومی در دنیای رایانه علاوه بر طراحی مناسب قطعات در زمینه چگونگی کار با رایانه نیز مطالب مفید فراوانی دارند که عمل به آنها به هر کار بر رایانه پیشنهاد می شود. این توصیه ها برای کاهش صدمات بدنی ناشی از کار با رایانه می باشند. در زمینه طراحی قطعات رایانه منظور سخت افزارهایی هستند که کاربر با آنها در ارتباط است نه قطعات محاسباتی شرکت های سازنده قطعات تمامی عوامل مربوط به علم ارگونومی را تا حد ممکن رعایت می کنند. به عنوان مثال هیچ موسی را نمی بینیم که دارای لباهای تیز باشد یا از لحاظ اندازه به اندازه یک توپ فوتبال باشد یا فشردن دکمه های هیچ صفحه کلیدی به نیروی زیادی نیاز ندارد. بیشتر کاربردهای دانش ارگونومی برای کاربران رایانه به نحوه استفاده و کار با رایانه برمیگردد. این شاخه از ارگونومی به مطالعه و بررسی عوامل انسانی در ارتباط با رایانه پرداخته. شیوه های تطبیق رایانه با بدن فرد را ارائه می دهد تا از بروز اثرات ناهنجار جسمی و روحی جلوگیری شود. در این فیلم به موارد زیر از دانش ارگونومی برای کار کردن با رایانه می پردازیم. یک میز و سندلی مناسب کار با رایانه 2. نحوه نشستن صحیح پشت میز رایانه 3. شرایط موز و صفحه کلید مناسب برای کار 4. صفحه نمایش مناسب برای کار 5. شرایط محیط کار میز و صندلی مناسب کار با رایانه در صورت امکان میز رایانه حتما باید دارای امکان تنظیم ارتفاع باشد تا با توجه به قد کاربر ارتفاع مناسب تنظیم شود فضای روی میز باید به اندازه کافی برای رایانه و سایر وسایل لازم جا داشته باشد وسایلی که بیشتر به وسیله کاربر استفاده می شوند، بهتر است در نزدیک وی قرار بگیرند. رنگ میز کار نیز نباید خیلی سفید و نه خیلی تیره باشد. چون سفید یا تیره بودن میز کار به نامساعد شدن شرایط روشنایی کمک می کند. سطح میز کار نباید نور محیط را انعکاس دهد. صندلی مناسب کار با رایانه صندلی مناسب برای کار طولانی مدت با رایانه حتما باید دارای خصوصیات زیر باشد تا آسیب به ستون فقرات را به کمترین حالت خود برساند حتما دارای پشتی باشد پشتی آن باید به صورتی باشد که گودی کمر را در برگیرد و خود پشتی نیز از نظر افقی و عمودی تنظیم باشد قسمت کفی صندلی باید چرخان باشد تا هنگام چرخیدن به اطراف به مهرهای کمر آسیب وارد نشود. صندلی باید دارای تنظیم ارتفاع باشد و این ارتفاع بسته به قد کاربر تنظیم شود. بهترین حالت پیشنهاد شده این است که کفی صندلی بین 25 تا 35 سانتی متر از سطح میز کار پایین تر باشد. زاویه پشتی صندلی و کفی آن حتما باید قابل تنظیم باشد. بهترین زاویه برای پشتی 110 درجه توصیه شده است. صندلی باید دارای پایه های محکم و چرخان بوده. به راحتی روی کف پوش حرکت کند و به هیچ وجه احساس عدم تعادل در آن حس نشود. جنس روکش صندلی طوری باید باشد که هوا را از خود عبور داده. از تعریق جلوگیری کنند. همچنین جنس روکش صندلی باید طوری باشد که کاربر از روی صندلی سر نخورد. ابر یا فوم داخل کفی صندلی حداقل دو تا سه سانتی متر زخامت داشته باشد.